سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال رد باز. این بار قراره بریم سراغ قسمت 21 بازی به شدت هیجان انگیزه Assassin's Creed Valhalla. و جونم براتون بگه عزیزان دل، ما قراره بریم عروسی. من خودم شخصا 15 سال عروسی نرفتم، ولی خب خوشحالم که تو این بازی میتونم عروسی رو تجربه کنم، به زن و بکوب این داستانا رو تجربه کنم به سبک وایکینگ ها و ساکسون ها. پس شابه رو بزنیم و بریم برقصیم. به به به، المن همو چک کردن، از همینجا دکور عروسی معلومه. به به جونه باره کلا. داشتمون داره آهنگ عروسی رو زمزمه میکنه. جدن آفرین، شهرشون خوشگل بود، با این دکور خوشگلترم شده. آقا عزیزان، قربونتون برم، بچه داره میگه عروسی به زودی شروع میشه این داستانه. آقا ویدیو قبلی حداقل 115 نفر کامنت دادن، خب و فقط 7 لایک داره. جدا چرا؟ من درک نمی کنم، این همه انگشتاتون تایپ میکنین کامنت میمیسین و یه دونه انگشت نمیزنین لایک کنین، سخت واقعا. بابا لایک هم بکنید دیگه، این همه کامنت دارین میمیسین، یه انگشت حالا یه حرف کمتر میمیسید به جاش لایک رو بکنید، کاری نداره که. عجب جونه، کجایی؟ من نمیبینم ات، کجاست داره با ما صحبت میکنه آزوالد؟ آها این آزوالد داره. میگه فقط از تو برمیاد که یه پادشاه رو توی عروسی خودش منتظر بذاری. ایوارم گفت بالاخره، ولی خب اومدم حالا دیر یا زود. گفت یه قسمتی از من نگران بود که شاید نیای. خب بگم من قول دادم بهت که میام، یا من اومدم که مثلا شام بخورم، برای شام عروسی اومدم انگار. ایرانی بازی. یا اینجا هم بگم که مثلا خوشتیپ شدی آزوالد، میگم واسه شام اومدم. نه میگم من چون قولش رو دادم اومدم، گفتم که تاج گذاری تو میبینم و حالا اومدم. بدون تو من مرده بودم، یه امید از راست رفته دیگه برای سنگریا. خوشتیپ شدی آزوالد، مثل یه مردی که قراره با یه خانومی قوی تر ازدواج کنه. یه قلی استرس دارم واقعا، اینجوریه. بارکیان، عجب حرفی زد. اینو زیرنویس میکنم قشنگ ملکه ذهنتون میشه. به به، بارکیان. کلان تره از اون سمت راست فکر کنم خودش بود، خوشتیب کرده والدیس با داشتش هم اومده. آه راستی، یکی از گزینه های رومنس بازی اون داداشه است، برودیر بود اسمش، چی بود؟ میتونیم یعنی با اونم رابطه بزنیم، حالا اگه مرد باشیم یا زن باشیم. فکر اگه مرد باشیم که گی میشیم، اگه زنم باشیم که خب قاعدتا استریت استریت. اون برادر سمت چپیه، برادر مزخرفه، با اونش رابطه زن. چه عشقی میکنه آزوالد. اوه لبخند ملیح و بابا باریکیل. اون زمان کفش پاشنه بلندم نبوده، اگه بود الان یه 20 سانتی داداش اون کوتاه‌تر بود، ولی قشنگ والدی صندوق داره. خوشم اومد.
این خونه چی میگن شب زفافه چیه؟ این خونه اونه یعنی چی؟ بابا انگوشتراشون هم از دم حرم میخورن قشنگ معلومه از اون 300 تومانی ها. I hereby name you man and wife. خب man and wife, I name you King and Queen Oswald of Elmenham, first of his name, the rightful king of East Anglia. بابا with this lady Valdis, soul, fist and beauty of this land. بابا ولی به هم میایینا جدی جفتتون به هم میایین رازیم دست بزن براشون بابا این خفنه یه گوشه بایستاده کلاس میذاره خب الان هست که روحت پیدا شیم یه چی خوشم یاد خوکاشون تو شهر ولن ها You've done it, steward. A king now sits on the throne of East Anglia. خب گفت کار تو وظیفت انجام دادی. مباشر. الان یه پادشاه میشه رو تخت پادشاهی ایست انگلیا. Don't leave yourself out of this song. We did it together. میگه خودتو تو این مثلا شعری که نوشتی خودتو بیرون نذار. ما این کار با هم انجام دادیم. Back to your dreams then of fire and Helheim. پس برگردیم سر رویاهات، رویاهای آتیش و هلهایم، جهنم. من راه هم و یه مدت پیش از دست دادم. سخته که بگم کی. نمیخوام اینجا باشم. هیچ وقت نمیخواستم. این رویای هفته هم بود. اون بهم دستور داد که این کار انجام بدم. میگه تو رویاها من دریانوردی میکنم. تو موهام باده، نمیدونم نمک روی لبهامه و دوباره میخوام اون زندگی رو تجربه کنم. این جوریه که میخوام زندگی کنم. داره با حرفاش نظرم عوض میکنه. من قرار بود که یه کاری کنم بمونه پیش آزوالد. نظرم عوض شد. چرا نظرم عوض شد؟ چون الان دیدم که والیس کنار آزوالد وایساده بود. والیس خودش ظاهرا جنگجو خفنیه، هرچند که ما قسمت قبلی دیدیم یه سرباز کوچولو موچولو رو هم نتونه شکست بده، ولی ظاهرا تو بازی جنگجو خفنی و زورش زیاده و خانوادهش هم که همه قویه. دیگه فکر نکنم از لحاظ جنگی و این داستانا نیازی به فینیر باشه، پس ما فینیر رو با خودمون میبریم. پس اگه روی دومت خودمون میزنیم جرش میدیم که فینیر بیا تو گروه ما. Whether or not I find it, only time will tell. Until then, let us feast, drink and forget our pain. خب میگه این که به این زندگی یا برسم یا نرسم فقط زمان ثابت میکنه و تا وقتی که سرنوشتم معلوم بشه تا اون موقع بیا بخوریم و بنوشیم و عشق کنیم بی خیال این درده و غم غصا. بابا باریکیالا. خب حالا باید بریم تو مثلا مراسم عروسی بگردیم یکی یکی با کاراکترها ملاقات کنیم. هر کدومشون یه سری بازی و چلنجه اتمنان دارن برای ما. این چلنجه بروثیر چیه؟ Wolf kissed. Gaze upon my parts. They stand so strong. Unbreakable at this distance. فکر کنم چلنجه تیراندازیه. My arrows shatter whatever target they strike. Even after draining so much meat, succeed and you shall be rewarded. خب گفت کوزاشو بزنیم خورد کنیم و اگه خورد کردیم بهمون جایزه میده و این کار رو باید مست انجام بدیم. خب چه عشقی هم که در بیار دیگه کمونه تو در بیار مرد. آها آها تایمر هم داریم اون بالا. همین سک خب این اصلا چالش نمو مرد سوگی داشتمون هم یه کرکوپر هم ریخ. بیا اینم جایزه همونطور که گلشو داده بودم. حالا برو از پارتی لذت ببر. چی دادی به اون؟ 50 تا نقره بابا پاری کلا.
حالا ما مست شدیم چیکار کنی؟ عذا بدین مستی بپره یه خورده بابا. سلامتی تو آیوار، بیایی مشروب بزنیم. این هم میخواد با ما مشروب بزنه. خدای این آبه یا مشروبه؟ قاعدتا نباید آب باشه. بیا با این صحبت کنیم. چالش این چیه؟ آخ میگه دستت خالیه، مشروب نداره، بیا این مشکل تو حل کن. A metal not unlike your own. To Odin and his endless glories, and the new king of East Anglia. May his reign be long. به سلامتی اودین و افتخارات اون. اون دادش دیگه همونم گفت که به سلامتی پادشاه ایست انگلیا، امیدواریم که حکومتش طولانی باشه و موفق باشه و این حرفا. خب not bad, Wolfkist. I wager you couldn't drink more than me. ای بابا این هم همون مسابقه مشروب خوری یا ما رو به چالش کشید درش. خب قبول میکنم. یه اعتماد به نفس داری نه؟ اوه بهش میگن هیولای مشروب خور ایست انگلیا. What say you? خب چقدر ببندیم باش؟ خب میتونیم $130 ببندیم، یا بگم بیا سر غرورمون شرط ببندیم، یا بگم الان نه. از اونجایی که شاید ببازیم سر غرورمون، ترجیحاً نبندیم غرور و افتخار، سر $130 ببندیم. I accept. قبول میکنم. یا خدا دکمه هاش چی بود؟ نشون بده. آها سکال. چشم کور شده، خیره شده. آخ یا خدا بابا باریکلا، اونم چقدر سری داره میخوره. جدی چشم داره کور میشه. بابا باریکلا. ای بابا میگه قوی بودی، ولی من قوی تر بودم. آره تو از من قوی تری، مثل والدیس میخوری. خب نقرمونم صد تا صد و سی تا بسته بودیم داشت. یعنی چی صد و سی تا بسته بودیم؟ برید کنار. فینر این بالاست؟ یه مدتی هست که اون بالاست. چرا؟ صبر کنید، بذارید یه غذایی بزنیم بعد بریم سراغ فینر. غذا میخوره اینجا دیگه. The boar represents fertility. Did you know that? Was in what key? As does Freya. What's your point? You impress me, Eivor. Your battle. عجب. خب اینجا رابطه‌شون ظاهرا داره کم کم شروع میشه. So many ways. چه لاسی میزنه بامون. من نمیخوام اینا رو ببینم. از ابهت Eivor کم میشه. Whether they are aware of the lesson or not. Hey. But I could show you how to wield my plow sword. Ugh.
اگه گزینه اول بزنیم اینا میرن با هم میخوابن. بهش پیشنهاد میده که میخوای با من بخوابی مثلا. گزینه بعدی میگه مشتاق نیستم. گزینه آخری هم میگه یه مشروب دیگه بزن رفیق. یعنی مثلا مستی حالید نیست داری چی میگی. به نظرم آخریه رو بگیم خیلی مستقیم نیست. داداشم شاید پیغام ما رو نگیره که ما همجنس گرا نیستیم و دوباره سعی و تلاش کنه. وسطیه رو بزنیم داریم رو کراس بهش میگیم داستان چیه. وسطیه رو میزنیم چون مادر فقط دیگه نزدیک من نیا. شیث یور پلاو سورد برو دیر. I'm not interested. You thought... No. I wasn't serious. Come on now. Drink and be merry. Well ahead of you, friend. Wait, did you hear? Did my brother just call me? I think he... آخه، بنده خدا خجالت کشی. البته همجنسگرایی بد نیست عزیزان دل. هر کی همجنسگراست، هر چیزی که هست به خودش مربوطه. به من ربطی نداره، ولی ترجیحاً کاراکتری که من باش دارم بازی میکنم دوست دارم همجنسگرا نباشه. امیدوارم به کسی بی احترامی نشه. خب، باشین صحبت کنیم ببینیم چی میگن. What do you make of this Christian ceremony? یه نظر در این جشن مسیحی چیه؟ He did the job well enough. And as far as wedding ceremonies go, I intend this one to be my last. گفت فینیر یه کشیش نیست ولی کارشو به نحو احسن انجام داد و اگه بخوایم درباره مراسم های عروسی صحبت کنیم ترجیحاً دوست دارم این مراسم عروسی آخرم باشه. Oswald مرد خوبیه. آره. اگه خاطر تو نبود اون از دست میدادم. ممنونم ایوار. قربونت برم. داداش حشری تو فقط از ما دور نگه داشت جون مادرت. سلام آزوارد. قربونت برم داش. باش. مرسی. خداحافظ. خب پاس بریم بالا پیش فینیر. به نظر مست میاد یه خورده داد تلو تلو میخوره. ببینیم داستان چیه. ای بوره. یه شراب شیرین برای یک خوک شیرین. بیا به من ملحق شو. The Saxon god wanders somewhere up here. Does he not? I haven't. که خدای ساکسون ها این بالا مالا میچرخه. نه ندیدمش. They like to say he moves with mystery. اونا دوست دارن بگن که اون مرموزانه حرکت میکنه. Look, the moon. نگاه کن ماه. It's in trouble now. به نظر One day it will be eaten by a giant. به نظر بدون هیچ درسری داره این ورمور میره الان، ولی روزی توسط یک گرگ بزرگ خورده میشه. همون داستان رگناروک که اسکاندیناوی رو داره میگه که گرگ هاتی ماهو میخوره و فلان. گرگ هاتی یا باباش اون گرگه که پسر لوکیه، چی بود اسمش؟ فینرر بود چی بود؟ Wolf and the knights will be black forevermore. Are you all right? و شب برای همیشه سیاه میشه و حالت خوبه؟ من یه بار دیگه طعم افتخار رو چشیدم و خوب بود. چسبید. خوشحالم که اینو شنیدم. حالا میگه من همیشه حس میکردم مثل اسکال و هاتی هم و دنبال این بودم که درخواستای هفتان دستورات اونو پیروی کنم و اون کارا رو انجام بدم و حالا ماه و خورشیدم رو به دست آوردم، بهشون رسیدم و انگار یعنی به اون دستورات که بهم داده بودم به خواستم به هدفم رسیدم. و داستان اسکال و هاتی هم و شما تو اینستاگرام خیلی ماه قبل از اینکه بازی عرضه بشه کامل توضیح دادم. تو اینستاگرام من برید، لینکش توی قسمت توضیحات تک تک ویدیوها و خود کانال هست. برید اونجا، داستانش خیلی جالبه، حتما ویدیوشو ببینید. یه ویدیو یکی دو دقیقه‌ایه، خیلی سریع حرف میزنم، خیلی کوتاه، همه چیزو مختصر و کامل توضیح میدم. حتما ببینید ویدیو رو، به دردتون میخوره. و میگه حالا که این چیزا رو به دست آوردم، همه چیزی که میخواستم هدفم رو بهش رسیدم، نمیدونم چیکار کنم. Don't you remember fire starter. خب مثل اینکه جدن گه بیا بریم پایین، همه چیز داره میچرخه. مثل اینکه جدن دوست داره که رید کنه و وایکینگ بازی در بیاره و این زندگی رو خیلی دوست نداره فینیر. به خاطر اینم که شده ما ترتیب روحه رو میدیم. یه تو خیلی قویی. احورم که تو خیلی گنده ای. از کجا ببرمش که کاریش نشه؟
آها آها بپر دیگه. خب دمش گرم، با یکی رو دوشش این همه پرید بابا. باری کلا عوض میخوام بابت این قضیه. ایوار که برای آخرین بار افتخار رو تجربه کردم، باید خوشحال باشم. خوشحالم، ممنونم. خوابید. Enough fun and games. I should see how Oswald is doing. یه بازی و سرگرمی بسه. بس برم ببینم آزوالد داره چیکار میکنه. چطوری آزوالد؟ Eivor, I'm about to address our guests and I'd like you to be there. It's been a worthy ceremony so far. And have you had enough fun yet? خب گفت من میخوام با مهمونا صحبت کنم، دوست دارم تو هم اونجا باشی. و ایوارم گفت مراسم خوبی بوده تا الان. آزوالد گفت بهت خوش گذشته. حالا میتونم بهش بگم که من اومده جشن، هنوز جشن گرفتنم تموم نشده، و یا اینکه بهش بگم که اومدم که با مهمونات صحبت کنم. بگیم جشن گرفتن تموم نشده، برم سریع دور و بر یه نگاهی بندازم ببینم چیزی از قرارم نیفتاده. I'm not yet finished celebrating. I will come find you when I'm done. Take your time. و بعد آره بعد سریع میام پیش. آقا یه نگاه سریع بندازم ببینم همه چیز رو تجربه کردیم یا نه. با کسی دیگه نمیشه صحبت کرد. خب اینم که یومز وایکینگه، چیز خاصی نیست. اینم که هیچی. برو بریم. درست. خب سخنرانی تو شروع کمشتی گل پسر. آزوالد، آزوالد آماده ای؟ آماده. I'm ready to hear your address, your kingdom. Good. Come. Join me. خوبه. بیا به من ملحق شو. چش. دوستان، مهمانان مفتخر. ما از زمانهای سختی گذشتیم. و تا الان تنها چیزایی که میدونستیم از دست دادن و تحمل سختی و رنج بوده. ولی این درد و مشکلات نیست که ما رو با هم دیگه کرده، آورده کنار هم. این درک مشترک بوده. May we always favor compassion even when our enemies refuse its boon. So to my Dane friends and neighbors, I give thanks for the bravery you have shown during our collective struggles. And for my fellow Christians, may we continue standing as examples of our Lord's grace. Lights in the dark. I see East Anglia's future right here, right now, in all of you, Dane and Saxon alike. To our future. Still a bit soft on insults. The king has courage. And to Eivor, without whom none of this would have been possible. حالا برسیم به ایوار. بدون ایوار هیچ کدوم از این اتفاقات ممکن نبود. On behalf of East Anglia, از طرف ایست انگلیا، این حلقه باشد که این حلقه نشان وفای ما و اتحاد ما با قبیله کلاغ باشه و انگار تشکری باشه برای تمام کاری که برای ما انجام دادن. دوباره یه دونه از اون علنگوها گرفتیم که اینم به این نشانه که پادشاهی و حکومت ایست انگلیا هم متحد قبیله کلاغ شد. خب باوری کردم. یه حرف خردمندانه‌ای داری که به ما بگی؟ خب میتونم بگم سکال، یعنی به سلامتی، یا بگم ایست انگلیا الان امنه، یا بگم آزوالد پادشاه خوبی خواهد بود. خب همه جوابا رو دوست دارم، جدی همش خوبه، ولی میگم که آزوالد پادشاه خوبی خواهد بود. آزوالد، you would not have been my first choice as king, nor my second. یه تو انتخاب من برای انتخاب اول من برای پادشاه شدن نبودی، حتی انتخاب دوم هم نبودی. I thought you weak. فکر کردم تو ضعیفی. جنم نداری. ولی معمولا مردم اونطوری که ظاهرشون در نگاه اولیه به نظر میاد نیستن.
that Oswald's heart is amongst the largest I've ever known. و کم کم فهمیدم و درک کردم که قلب آزوالد یکی از بزرگترین قلبایی که تا الان دیدم. He is sturdy. He has wisdom. محکم، خردمند، شجاعت داره. تمام کیفیت‌های یک مردی که سزاوار پادشاه شدنه. اون پادشاهیه که ایست انگلیا لیاقتشو داره و پادشاهیه که شما بهش احتیاج دارید. به سلامتی پادشاه خوب آزوالد. خیلی خوب همگی. او براید و ریس چیه دیگه؟ یه مسابقه ایه که برای عروسی ظاهرم و فینیر گفت یادتون باشه شما باید به عروس دومت ببازین. نه مسابقه دوه. مسابقه چیه؟ اولا که یکی زخمی پشتش اومده این به کنار. مسابقه شون ظاهره اینجوریه که پادشاه و ملکه، پادشاه و عروسش، اونا توی یک گروه هن، ما همه توی یک گروه هن. باید نمیم کشی بگیریم، ما هم چیکار کنیم. اخ روده کسافت. The sheep you left to guard me have been shorn. Oswald, king of sheep fuckers, show your eyes. بذار من برم جلو. I challenge you. تو رو به چالش میکشیم. I accept. قبول میکنم. آزوالد، تو میتونی. بذار من به جات بجنگم. انتخاب سختیه. بذار من به جات بجنگم. آزوالد پادشاهه. پادشاه باید یه قهرمان داشته باشه. من به جاش میجنگم. اون منو به چالش کشید. ای باش، جنگ تو بزرگتر از اینه ارباب. تو باید چوب به چوب، تخته به تخته ایست انگلیا رو بسازی. و یه پادشاه مرده نمیتونه قسمهاشو پایدار باشه بهشون. بذار من تمامش کنم. آزوالد ترسوه خوک فلان فلان شده. من ولف کیستو میکشم و بعد تو رو با زبون خودت دار میزنم. بیا بخورش. زک همین بود که تو همیشه سر راه من قرار میگیری. بیا ایزن، بیا نترس. ببخشید حواسم نبود. بیاین اینم برای شما عزیزان دل. چوی اومد و سهت ولی هیچ کاری نکرد و فرار کرد. چوی بخورش. چوی بگیرش. چوی بخورش. آشالله چوی. چوی بگیرش. چوی رفت. بذاری دوباره برم کن. چوی بگیرش. بخورش چوی. چوی رو زدیم که زک کار تمومه. مرد. ای بابا بابا جر خوردان. کاش این اتفاق نمی افتاد. خیلی مرگ و میر، خیلی عصبانیت، خش. اتفاقیه که افتاده دیگه. مشتی تو الان جار ترک میکنی. باید این کارو بکنم. میگه مراسم عروسی تو باید روزی باشه برای خوشحالی و آرامش و امروز من هیچ کدوم از اینا ندارم. ایوار، تو خدمت بزرگی کردی به ایست انگلیا. بهت قول اتحاد دادم و حالا اونو داریش. یک روز باید به این اتحاد عمل کنی. یعنی یک روز میام در خونه در میزنم، میگم یادت اون روز من تو رو پادشاه کردم، حالا وقتشه که واسه ما جبران کنی آقای پادشاه. شما هم نه نه واسه بگی.
حالا باید فینیه رو پیدا کنم و قبل از اینکه اینجا رو ترک کنم خدافظی کنم ازش. داداش همه رفتن، مراسم تموم شده، دفعو بذار کنار، پشت برو خونتون. خب فینیر کجایی؟ بیا که باز بریم تو کشتیمون. من باز این یارو اینجاست. سمت من نیا، سمت من نیا، کمک کمک. سلام عزیزم، چه گنده شده؟ چطوری ایوار؟ مراسم از دست دادی؟ به اندازه کافی تجربهش کردن. میگه این مراسم اونقدی که برای آزولده برای تو هم هستش. I was a crumbling man, Eivor. Before all this, I thought I'd die a tired old failure. But now, my heart burns bright with newfound fire. I want to live hard, die fierce. Glory cares not for age, Finir. Sail with me. My ship could always use a wise head and a strong axe. Together. با هم دیگه؟ با هم دیگه؟ آخ بخش. وسایلمو جمع میکنم. بابا بارکیالا جونم فینیر. خب 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 یه یومز وایکینگ جدید پیدا کردیم و فینیر شد یومز وایکینگ جدید ما. اینگار عجب عجب. حالا باز برگردیم پیش رندوی و خبرها رو بهش بدیم، بگیم که متحد جدید پیدا کردیم و بهش بگیم که ما رو ببوسه. خب رسیدیم قبیله کلاق. قبل از اینکه بریم با رندوی صحبت کنیم، بذارید ما فینیه رو بیاریم توی کرومون و بعد بریم پیش رندوی عزیز. فینیر کدومه؟ اینه. خب 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 بیرنا رو گذاشتیم اینجا، اینا رو هم که از پلیرهای دیگه گرفتیم و با یومز وایکینگ اصلی خودم هم یه حرکتی زدم بچه که عشق کنید، اونم اینه. What do you mean? Oh no, Eivor. You've been away. Sorry to say. She? Sven passed away not two nights ago in his sleep. No. How is Tovi? Taking it hard, very hard. You ought to go and have a word with her. Far as شاید این اتفاق ناگهانی و جالب بود. اون یارو که تتو میزد برای اون سوند، اون دو شب پیش فوت کرده و اون خانومه عشقش که باش کار میکرد توف بود اسمش اگه اشتباه نکنم، اون ظاهرا خیلی ناراحته، خیلی دلش شکسته و صبح تا شب رو قبر طرف داره گریه میکنه. باید بریم بهش سر بزنیم ببینیم چه کمکی از دست ما برمیاد براش. چه جالب، چه اتفاق جالبی بود تو بازی. و اینکه ما دوتا نیکلینگات داریم ولی سه تا میخوایم. اگه میخوام شمشیرم رو آپگرید کنم سه تا میخوایم، یه دونه دیگه نیاز داریم. اینا همه هم که آپگرید شده دیگه. تیرکمون سه تا میخواد، اینم سه تا. خب put that gear to good use out there. بریم سراغ توف ببینیم. توف بود اسمش یاره. بریم ببینیم چیکار میکنه، حالش چطوره. آخ آخ سپند بند خدا اینجا میشست. خب فکر کنم اینجایی که رسیدیم مقبره سپند باشه. اینجا خاکش کردن. آره آخه عشقش نبوده، باباش بوده. ای جان گفتم چقدر جوان تره ازش دختره، باباش بوده. تفلک. توی اسمش ایوار. این سوند اون وقتی من نبودم فوت شده. توی خیلی متاسفم که اونجا نبودم، هیچ کس نبود.
and we talked about what we might have for supper. And when I went to collect him, he was in his bed, sleeping, I thought. Okay. But he was already gone. I'm sure he went in peace. But he went with plans. Things he wanted to do, things he meant to do. His death was so empty. Not like in our stories. خب گفت مرگ اون مثل داستانامون نبود، خیلی خالی و یهویی و همجوری کشی کشکی رفت، مثل داستانامون نبود. میتونم بگم چه داستانهایی؟ میتونم بگم زندگی یه داستان نیست، میتونم سکوت کنم و گوش کنم فقط. سکوت میکنم و گوش میکنم. When we tell stories, the old and wise, they have this calm about them. They know when their end has come and they are ready. Sven wasn't ready. And I wasn't ready either. He was supposed to teach me things. I'm still learning. Everyone looks at me like I will simply carry on his work, as if nothing happened. Because they don't know. They don't know I'm not ready. Life may ask more of us than we are prepared to give. But all we can do is our best. I was not prepared to lose my parents. But in a flash, they were taken from me. I pressed on, determined to live. That must have been punishing. But you are so strong and so determined. Someone else might have done better than me, or worse. But this was the fate woven for me, so I live it. حرفای قشنگی زده ای بار. I know Sven believed in you, in your craft. So do you believe in him? Do you trust him? He was the most skilled artist I have ever known. And he chose you. You may step up or step down, whatever you decide. نمشکم به این میگن یه لیدر واقعی، یه رهبر واقعی. قوی باش تووی و بدون که تو ارزشمندی. حالا با سوین صحبت کنیم. به تووی خوب یاد دادی و از طریق اون تو زنده میمونی و زندگی میکنی. متاسفم که اینجا نبودم که رفتن تو ببینم، انگار بدرقت کنم رفیق قدیمی. خب قبل از این که بریم سراغ رندوی و بهش گزارش کار بدیم، یه شامی پارتی ایشانوشی را بندازیم برای بچه خود رویهش میره بالا، رویه بگیرن، یه پارتی را بندازیم برای بچه رویه بگیرن، اتفاقات بد رو فراموش کنن. Return. When can we settle this? You will come as soon as I do. Now please go home. I can wait. عجب. Holger. روان و هولگر منتظر ما زارن، بحثش شده، دعوای شده و میخوان ما بیایم وسط رأی بدیم که حق با کیه. کی هستن این دوتا اصلا؟ آشنا؟ قیافه‌شون یادم نیست. خب بگو ببینم چی شده زن. Eivor. I heard shouting something wrong. I took off tear shukret, ولی خب هم خدای شکرت من. هولگر ازش دزدی کرده و این خواهان مجازاته. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does a cow rub a field when he crops on sweet grass? میگه وقتی یه میگه دزدیدن کلمه مناسبی نیست، وقتی یه آهو مثلا از رودخونه آب میخوره آیا داره دزدی میکنه؟ وقتی یه گاو توی زمین باز چمن شیرین میخوره داره دزدی میکنه؟ Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? خب باید قضاوت کنیم، قضاوت حساسی هم از ظاهرن.
میگین چی شده اول؟ بله بله واسه قضاوت یه از اول توضیح بدین لطفا. There is no excuse too small, I see. Nothing to keep you from coveting that seat, is there? عجب. دیگه هم شاکی شده میگه تو دنبال یه بهانه‌ای هستی که بشینی رو اون تخت پادشاهی و اینجا رئیس بازی در بیاری. In Sigurd's absence, who has better claim to oversee these disputes? یه در نبوده سیگرد چه کسی بهتره که همچین مشکلاتی رو حل کنه جز من؟ You might leave them to work it out for themselves, but that would mean letting go. Would it not? Major. Please start again. Tell me all that has happened. گفت تو میتونی مثلا بهشون بگی که این مشکلات بین خودشون حل کنه، ولی اگه این کارو بکنی یعنی تخت پادشاهی رو داری میزنی کنار و نمیخوای مثلا روش بشینی و تو این جایگاه باشی و همچین چیزی رو تو نمیخوای قاعدتا. I will start. خب. I have been falsely accused by this Saxon Philistine. A Philly what? Are you mocking me? Silence, please. I will hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? خب. اول بگیم روان توضیح بده یا هولگر دفاعیشو بگه. خب اول قاعدتا روان باید بگه بفهمیم داستان چیه، بعد هولگر دفاعیشو بگه. و اینکه ایور گفتش که من حرف هر دوتونو میشنوم و اگه مجازاتی باید در نظر گرفته بشه یا جریمه ای بهتون میگم. تصمیم هم بهتون میگم. خب اول بگیم روان بگه. روان, tell me your version of these events. ورژن اتفاقاتو بر من تعریف کن. Our neighbors knew enough that I often catch him at my stables, stealing my tools. Borrowing. Holger, let him speak. Stealing. میگه همونطور که میدونی ما دوتا با هم همسایه‌ایم و اینقدر مثلا نزدیک چادرون به هم که هر از گاهی میبینم که میاد توی استبل من ابزار من رو میدوزه. اونم میگه من دارم قرض میگیرم. میگه حالا قرض گرفتن، دزدیدن، هر وقت چیزی لازم داشته من بهش اجازه دادم، هر وقت چیزی خواسته برداره بهش اجازه دادم که اونا رو برداره و استفاده کنه. میگه من به سخاوتمندی شما اسکاندیناوی ها احترام گذاشتم و خواستم در همون حدی که شما با من خوب بودین و من لطف داشتین منم با شما خوب باشم و به شما لطف داشته باشم، ولی امروز صبح دیدم یه کاری کرده که دیگه نتونستم ازش بگذرم، از خیلیش بگذرم. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail. Bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was, gripping a horsetail brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of painting, Rowan. I was painting. You make it sound so crude. You see? Such willful arrogance. It will take ages for Ilgifu's tail to reach its former length. I demand compensation. دوم اسبشو، حتی خود دومو فکر نکنم چیزی که از اسبش فهمیدم، موی دوم اسب این داداشمون که مسئول استبل رو کنده و برای نقاشی کردن ازش استفاده کرده. I understand. و اینم میگه خیلی طول میکشه تا دوم اون بنده خدا به اون ابهت و حالت زیبای قبلش برگرده و من میخوام که مثلا این گندی که زده رو یه جوری جبران کنه. Thank you, Rowan. میفهمم. ممنونم روان. خب حالا ببینیم دفاعیه هولگر چیه. هولگر, let me hear your side. Eivor, you have known me as a skald for years. خب میگه تو منو به عنوان یه شاعر سالهاست که میشناسی. Life and joy and wisdom to our people. میبینی که ما چطوری خوشحالی و خرد و این داستانا برای مردممون میاریم، ما شعرا، ما شاعرا. You know that my work requires a certain, let us say, freedom to make use of rare resources to compose my verses. Often when lacking the proper tools, I have made use of novel items. Orvis's walking stick, Tovey's inks, all were given gladly. You cut off my horse's tail to make a brush, you bleed. Rowan, as Ajab, I was saying, this morning, in the throes of poetic reverie, I realized that my latest piece required delicate brushwork.
I could have used a frayed stick, some cloth, my hands, but no. I needed something gentler, softer, to make a perfect brush. I needed the fine hairs of a well-raised horse. خب ظاهرن داداشمون در کنار شعر و شاعری نقاشی هم میکنه و هر از گاهی برای این قلموهای نقاشیش قلموهای مخصوص مثلا نمیدونم از جوهر توی استفاده کرده، نمیدونم از چوب فلانجا استفاده کرده، از هر کسی یه چیزی قرض گرفته یا حالا کش رفته و اونم خوشحال بوده، یعنی مثلا گیر ندادن بهش، نگفتن چرا کار کردی، چرا بدون اجازه برداشتیش. و توی یکی از نقاشیاش امروز یک قلموه مثلا نازکتر و بهتر با کیفیت مناسبی نیاز داشته که اون چیزایی که داشته به این کار نمیمده و مجبورن رفته دوم اسم این بنده خدا رو کنده که باش بتونه قلمو درست کنه برای نقاشیاش. And so I availed myself of a local resource. You clipped Alfgafur's tail to the rump without asking. It was early. I did not wish to wake you. Thank you, Holger. I believe I understand your position. اون میگه بدون اینکه بپرسی این کارو کردی؟ میگه دومشو کندی یه جا، میگه دومشو کندی یه جا، میگه موی مثلا دومشو زدی تون میکشه تا رشد کنه، مگه دوم اسبو بکنید رشد میکنه؟ نمیفهمم واقعا حالا دوم رو کنده یا فقط موهاشو زده. ولی گفت تو بدون اجازه این کار کردی، اونم گفت تو خواب بودی، صبح زود بوده، نمیخواستم بیدارت کنم. خب حالا بگم بنزه کافی شنیده. اصلا ریختش احمقانه شده از این از یه خر الان خوشتیبتر نیست، حتی باید یه کاری بکنی، یه مو رو با زیبایی قاطی نکن روان، اون همین هنوز کماکان زیباست و موش بر میگرده، آن فقط موه رو زده پس قیچی کرد. خب بگم هولگر درست میگه یا روان درست میگه؟ جدن موضوع عجیب غریبیه که سرش بحث دارن، ولی خب به نظر این داداشون این هولگر سمت چپیه، بچه پر رو میاد بدون اجازه میره هرچی دلش میخواد بر میداره، نه پولی در قبالش میره نه چیزی، و از همه انتظار داره که مثلا خوشحال بشن و راضی باشن از این کارو، بهش گیر ندن و بهش نگن داری اشتباه میکنی، ولی خب از یه طرف هم موی اسب دیگه بر میگرده، موه مشکلی پیش نه، مشکل بزرگی نیست این وسط. ولی به نظرم حق با روانه، این وسط بحث چرت و پرت رو بخوایم قضاوت کنیم روش، روان حق داره. هولگر، روان is clearly in the right. You shared the tail from his horse without gaining permission. I borrowed the tail. Borrowed. Does the reality of regrowth not make this a victimless... میگه ایوار گفت تو بدون اجازه دوم اسبشو موهاشو زدی و این کارت اشتباهه، حق با روانه. اینم گفت من قرض گرفتم بابا، موها قراره اون موهاش برگرده دوباره رشد کنه و این یعنی من قرض گرفتم، برای خودم برنداشتم، برای همیشه اون موها رو برنداشتم، بر میگرده. و این جرم نیست. Though they are unharmed, you took without asking, and that will not do. As the horse's value has diminished significantly, you will pay Rowan its market price. خب گفت از اونجایی که قیمت اسب رو توی بازار آوردی پایین، باید همون قیمت اسب توی حالت کاملش با مو روی دومش اون قیمت رو به روان بپردازی. But the horse was not for sale. ولی اسبو که برای فروش نذاشته بود. روان اعتراف کن. من تصمیمم گرفتم هولگر. چیزی که بدهکاری رو پرداخت کن و فردا به عنوان دوست با هم دیگه دوباره مثلا زندگیتون رو شروع کنی. و حالا داره میپرسه که اگه پولو بدم آیا اسب مال منه؟ Keep the horse. Pay the man and be done with it. Rowan, does this satisfy you? It does. Thank you, Eivor. خب روان هم خوشحال بود از قضاوتمون. Then by Tyr's blessing, let this matter rest. و قضیه تموم شد. Return to your homes in peace. Would you allow me to pay you with a vibrant painting? After all, in some wish, in its creation. Absolutely not. Silver is the only color I wish to keep.
داشت اسکلش میکرد، میگفت میخوای به جای پول بهت یه نقاشی خیلی خوشگل بدم، به هر حال اون دوم اسبه باعث شده که من بتونم این نقاشی رو خلق کنم، این اثر هنری رو خلق کنم. اونم گفت نه، نقره تنها پولیه که من میخوام از تو دریافت کنم. خب او سلام ایوار، روزت بخیر. هولگر عجب آدمیه. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns, he hasn't a care in the world. میگه یه جورایی به هولگر حسودیم میشه. میگه یه جورایی بهش حسودیم میشه چون که اون دنیا رو از پشت شیشه گلی نگاه میکنه و هیچ چیز واضح نمیبینه، مثلا هم چیزو خیلی شل میگیره، زیاد اهمیت خاصی نمیده، براش مهم نیست. و Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. East Anglia is with us. گفت خیلی با این ایده دور نشی، من همینطوری که هستی همینجور که هستی تو رو نیاز دارم. خب گفت به زودی، بهش گفتیم که متحد شدم با ما ایستنگلیا و گفت لقب ایوار پادشاه ساز رو باید به زودی بهت بدیم. چیلبرت رو چیلولف فرستاده به یه منطقه دیگه که میخواد اونو مثلا بذاره به عنوان ریش سفید اونجا، انگار مثلا مسئول اون منطقه. Good for Chilbert. He should do well considering all he has learned from you. اینم یه خوبه برای Chilbert، خیلی قدم مناسبیه، خوبه و احتمالاً اونجا به نحو احسن کارش انجام میده از اونجایی که خیلی چیزا رو از تو یاد گرفته. I gave him only a taste of my knowledge. The rest he will need to figure for himself. یعنی فقط یه کوچولو از اطلاعاتم و از داناییم رو باهاش به اشتراک گذاشتم، باقیشو خودش باید تجربه کنه و یاد بگیره. One more thing. یه چیز دیگه. نمیدونم شنیدی ولی سوند یه مدت کوتاه پیش فوت کرده. Yes, I'd heard. Woman. I wish I could have spent more time with him before the end. I think we all wish that. از پایانش بیشتر باش وقت سپری می‌کردم. رندوی هم گفت فکر کنم هممون همچین چیز رو می‌خواستیم. بیشتر از همه توبی. نامه تشکر از Chilbert. دوست دارم که از تو و ایوار تشکر کنم و همینطور باقی این قبیلتون برای مهربونی بزرگی که به من کردید، به من نشون دادید و تمام چیزایی که به من یاد دادید. شاید گاهی اوقات مزاحمتون شده باشم ولی روزهایی که با شما سپری کردم خیلی خوش گذشت و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. هرچند که الان باید برم و کاری انجام بدم که باید انجام بدم، ولی میدونم که یه روز برمیگردم به اینجا و مردمش رو دوباره میبینم و مشتاقانه منتظر اون روزم. مراقب خودتون باشین، تا دیداری دیگر، بدرود Chilbert. خب اینجا هم یه نامه دیگه داریم. چرک نویس رندوی اون پشمشون گذاشته که ما نخونیم، نوشته نوشته کم کم برام سخت میشه که به ایوار نگاه کنم و به این فکر نکنم که اگه مثلا سیگردی در کار نبود و ما با هم بودیم چی میشد، اگه سرنوشت من مثلا یه جور دیگه پیش میرفت و با ایوار ختم میشد چی میشد. و اینکه هی به خودم میگم که این فقط به خاطر نبود و غیبت سیگردی که من همچین حسایی دارم، ولی کم کم دیگه این دروغه رو نمیتونم باور کنم و هر روز داره این دروغ ضعیفتر و ضعیفتر میشه، باورش سختتر میشه. ببینم که قبلا خونده بودیم. عجب، ببینم درباره این نامه نمیشه باهاش صحبت کنیم. سلام عزیزم، چه نامه ای بود نوشته بودی؟ خوشگل. نه آها، خب میتونیم ازش بپرسیم حالت خوبه؟ به نظر خودت میای، حالت خوبه؟ خوبم، یه خورده خستم ولی خوبم. Not until you tell me what is wrong. Oh, I think I have. I feel somewhat trapped in this room and this settlement and this life. I cannot help you with your life just now, but I can get you out of this room. What do you say? I don't know.
There is much work to be done. Stop. Forget about alliances and responsibility for kelek. Just a few hours. Hey, kelek. El bele yeyvur. Somewhere nearby for a change of pace. That sounds lovely. And too far to consider just now. But thank you, Eivor. El bele yeyvur. Naver khundi çıraq sabzar didi ha? Hey, kelek. ولی خب میتونیم اصرار کنیم ظاهرا دوباره زرد اصرار Bradley, کنیم چی میگه علی استراحت کن بیایم گرند بریج و از این اتاق تنگ و تاریک بیایم بیرون منظورت الان همین الان البته تو گفت خسته بودی و چرا یه استراحتی باریکلا گفت یه استراحتی به خودت بده بیا بریم دور عشق کنیم نفس بکش هوایی تازه کن رند بیام گفت آره بریم تو منو هدایت کن هر جا دوست داری بریم با هم عزیز دل دستمو نمیشه دستمو بگیری با هم بریم خیلی بهتر میشه اینجوری ها چون تاریکم هست من میترسم لانگشیپ رو نمیبریم امروز این سفر واسه ماست فقط من و تو مشکلی که نیست نه اصلا I spend too much of my day in the longhouse. We will need to cross the river at some point if we want to enter Grandbridgeshire. If you know a better way, I would love to hear it. Is swimming not an option? برفی حسودی شد کوبون به رندوی. Are you joking? A boat or a horse would always do, but I'm not opposed to the more traditional methods. برافو. خب، برای اونایی که نمیدونن این بازی هم مثل Red Dead Redemption 2 میشه شما اتومات اسبتون یا مثل من گرگتون رو بذارید یه مسیر رو بره و سینماتیکش کنید و دست رو بزنید کنار عشق کنید از منظره لذت ببرید آها هول شدم آپشنز رو زدم بابا God, do you smell that? The earth and the air. It is good to be out here. میشه با رندوی بریم مثلا اینجا رو رید کنیم. رندوی بیا عزیزم. ببینم جنگجوی خوبی هستی یا نه. Come not closer. Better not miss. تیرکمو رو گرفتم روی یارو گفت بهتره که تیرت به خطا نره. یعنی چه دیالوگی بود گذاشتن تو بازی. شما تیرکمون یکی بگیره رو کلتون بهش میگید بهتره تیر خطا نره به کل ارتش رو خبر میکنی میرزین سر ما چه خوب که همه شون خوابن اینطوری جون عشقم رندوی هم به خطر نمیافته خب بریم با رندوی خود شنا کنیم This water smells off. You get used to it. یه بوی بدی میده آف ایوارم بهش گفت عادت میکنی رندوی گفت دوست ندارم عادت کنم جونم برفی یه قایق آوردم برات خب گرند بریج اونجاست This is where the summer army retreated when Grandbridge was lost. They seem to have resettled the city in full now. Right. I know this land so well by its map, but to see it in person brings it to stunning life. A living marvel. I will not soon forget this sight. بابا خب گفت اونجا چیه؟ گفت اینجا ارتش تابسون ارتش همون سوما خانوم عزیز دل وقتی که گرند بریج از چنگشون در آورده بودن اینجا مخفی شده بودن و رندوی هم گفت من اینجا رو تو نقشه خیلی خوب میشناسم ولی الان که دارم از نزدیک تو واقعیت میبینم خیلی شگفت انگیزه خیلی باله خیلی خفنه بابا باری کردم کلی عشق کرد خب اومدیم گرند بریج
باید ببریمش لانگ هاوس پیش سوما جون. خب رسیدیم به گرانت بریچ. خوش اومدیم. باز بریم لانگ هاوس. از اون که تصور میکردم بزرگتره. همه چیز خیلی به نظر جدید میاد. خوشگل مشکل و چوبی و فلانه. They wanted a hub for trade near London and a launching point for incursions into Wessex. Well, it is impressive. Yeah. Some interesting architectural ideas here too. بیایزم بیا. ذهنت دوست دارم. ذهن خوشگلی داری رندوی. بیایزم. سلام مگنی. مگنی وقتی رفتیم تو اون قلعه ارتش تابستون رو پیدا کنیم ایادتون باشه مگنی رو دیدیم. یه مدتی گذشته از آخرین بار که دیدمت این دوروبر. گفت فکر کنم بشناسمت. تو یکی از افراد وفادار سوما هستی. مگنی اسمت نه؟ آره. حافظه خوبی داری. خوبه که دوباره میبینمت. این ردویه یه دوست عزیز و یه جنگجوی قوی. چه صدای باحالی داره یارو. این یک. دو گفت ایوار به نظر تو پیدا کردن خانمهای دوست داشتنی به عنوان دوست خیلی خبره است و مهارت داره. رنزوی هم داره. بعد داره خود شروع میکنه. یه میدونی چیه منم به همچین چیزی رسیده بودم. یه تقوی داشتم آدم های بیشتر این دوره باشن مگنی. اتفاقی افتاده. Only now in times of trouble I have discovered I am not the surrogate leader I should hope to be. What sort of trouble? Oh, a pack of surly bandits have encamped nearby. Oh. To the east of the water's edge. They attack all merchants who travel here by river or road, and word is spreading quickly. It scribbled me already. The bastard stole my horse yesterday morning. خب میتونیم بگیم خوشحال میشیم که کمکت کنیم یا ما وقت این کارو نداریم. رندوی هم داره ما رو نگاه میکنه منتظر تصمیم بگیریم و میگیم که خوشحال میشیم کمکت کنیم. We can take care of them, Magni. And if we don't find your horse, we will steal you a new one. Well, that would ease my mind. چونم رندوی. I'm not to offer you for this deed, but the bandits surely would. Take from them what you like. Good. Consider the matter handled. Eivor, come. We have a camp to raid. رندوی شد رئیسمون. خب عزیزان دل این قسمت داره خیلی طولانی میشه. ما این قسمت رو اینجا تموم میکنیم. دلنگیز های من و قسمت بعدی میریم با رندوی عشق و حال و این کارا. بابا باری کلا هرچند کار کثیفیه چون هنوز رابطه همون با سیگرد خوبیه. رابطه خوبی داریم. خوبه رابطه همون و قاعدتا نباید این کار رو انجام بدیم ولی اگه فرصت مناسب پیدا کنیم با کله این کار رو انجام میدیم. دوستان مرسی که ویدیو رو دیدید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک خیلی مهمه، کامنت خیلی مهمه. اینا به دیده شدن ویدیو به بالا رفتن کانال کمک میکنه پس یادتون نره. دمتون گرم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مخلصم. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.